بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخنی آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. برادران و خواهران، عرض سلام و ادب و احترام دارم. خوبان، مهربانان، دوستان، عزیزان، من و شما تشنه رسیدن به قله های موفقیت هستیم. تمام انسان ها تشنه رسیدن به قله های موفقیت هستند. سیاست مدار تشنه موفقیت است. سرمایه دار و تاجر در پی موفقیت است. تشنه علم و جوینده علم در پی رسیدن به موفقیت است. نویسنده در کارهای نویسندگی می خواهد موفق باشد. هنرمند در خلق آثار هنری تشنه موفقیت است. موفقیت چیست؟ موفقیت از واژه همخانه است با واژه توفیق. از ریشه وفق آمده است. موفقیت یعنی پیروزی. موفقیت یعنی کامیابی. موفقیت یعنی کامروایی. موفقیت یعنی که انسان با اسباب توفیق خود را سازگار کند، اسباب توفیق را بشناسد، عوامل توفیق را بشناسد، خود را با آن سازگار بکند، بکوشد که با شناخت آن اسباب به قله های موفقیت نائل شود. موفقیت چیزی بسیار خوبی است. ما نیازمند به توفیق هستیم. موفقیت و توفیق از یک ریشه است. توفیق یعنی اینکه انسان موفق شود. ما در اصطلاح خود میگیم خداوند به ما توفیق دهد. توفیق یعنی به ما یار شود، لطف کند که هدف را، هدف درست را بشناسیم و به هدف نائل شویم. البته این عنایت خداوند متعال را می طلبد. علی علیه السلام می فرماید التوفیق عنایت الرحمن. توفیق عنایت خداست. اگر انسان می خواهد موفق شود باید از خدا اون عنایت را بخواهد. در جای دیگر فرمودن التوفیق اول نعمه. نعمت های الهی زیاد است. قصر و باغ و امکانات و خانه و منزل و وسایل رفاهی و سود و سرمایه و طلا و نقره، الماس و جواهر و زینت دنیا همه نعمت هستند. سلامتی نعمت است، اما توفیق اولین نعمت است. خیلی ها سود و سرمایه دارند اما توفیق پیدا نمی کنند که با آرزوهای خود نائل شوند. التوفیق رأس السعاده. توفیق سر سعادت است. التوفیق من جذبات الرب. توفیق از کشش های خداست. التوفیق ممد العقل. توفیق عقل انسان را به جولان در می آورد و عقل انسان را یاری می کند. و کسی می تواند موفق شود و بر اسب توفیق و بر توسن توفیق سوار شود که اسباب توفیق را بشناسد. مهمترین اسباب توفیق این است که انسان اول از خدا طلب توفیق کند. از خدا خواهیم توفیق ادب. ادب توفیق را انسان پیدا کند. موفقیت دارد به سمت من و شما همینطور شبان و روز می آید، اما چون ما ادب موفقیت را نداریم از ما رو برمی گرداند. ادب
اجتماعی، ادب اخلاقی، نیت پاک، حسن خلق، نداریم جامعه، دوستان، خانواده از ما روگردان می شود. همینطوری که در آداب، در تعامل با افراد، ادب را اگر رعایت نکنیم، دوستان از انسان رنجیده می شود، در شکار موفقیت و در رفیق کردن موفقیت با خود ادب لازم دارد. اون ادب موفقیت را اول ما باید داشته باشیم. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم مان از فیض رب. پس طلب توفیق بکنیم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و حسن نیت. حسن نیت را از خدا بخواهیم. من حسنت نیته امده توفیق. کسی که نیت خود را خوب کند، توفیق رفیق او می شود، او را یار می شود. همراهی با خوبان، احترام اولیاء الله، مخلصین، اهل فضل و خوبان و تقوا. تقوا مهمترین عامل است. گناه باعث می شود که انسان از موفقیت دور شود. سعی و تلاش یکی دیگر از عوامل موفقیت است. لیس للانسان الا ما سعا. اگر انسان راه و رمز موفقیت را بشناسد و در اون راستا تلاش نکند، به جایی نمی رسد. باید سعی و تلاش کند. لیس للانسان الا ما سعا. و اینها همه اسباب جذب موفقیت بود. و ما برای رسیدن به قله های موفقیت باید مواظب خود باشیم. مواظب رفتار، گفتار، پندار خیش باشیم. نیت خود را پاک و خوب و خدایی بکنیم. برای تمام انسان ها خوبی و خوشی و سعادت و سلامت را بخواهیم. انسانی که درونش ناپاک باشد، انسانی که گرفتار عجب و غرور و خودبرتربینی و سالوس و ریا و تظاهر و تعصب و این چیزها باشد، این انسان نمیتواند موفق شود. موفقیت قلب خدایی میخواهد، قلب پاک میخواهد، نورانیت میخواهد، فیض الهی میخواهد. حضرت شعیب از خداوند، با خداوند متعال رابطه دارد، پیامبر است. در سوره هود آیه 88 خداوند از زبان حضرت شعیب نقل می کند که اون حضرت به مردم می گوید: آی مردم، این ارید الا الاصلاح ما استطعت. مردم، من هدف این نیستم که به سود و سرمایه و لذت های دنیا ببرم، برسم، نائل شوم. هدف من نیست، این نیست که بر شما حکومت بکنم. هدف من این است که شماها اصلاح شوید، ما انسان ها اصلاح یابیم، بهتر شویم، خدایی شویم، از ظلمت و تاریکی و تباهی و سیاهی و کدورت و شیطنت و مکر و فریب و ددمنشی آزاد شویم. این اريد الا الاصلاح. هدف ندارم جز این که انسان ها، ماها انسان ها اصلاح شویم. الا الاصلاح ما استطعت، در آن مقداری که در توان من هست. اصلاح انسان ها زمانی می شود که اصلاح جوامع زمانی محقق می شود که درون انسان ها اصلاح شود، طهارت باطنی سراغ انسان ها بیاید. درون انسان ها اگر اصلاح شد، بیرون انسان ها و جامعه به راحتی به روشنی می رسد. این اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیق الا بالله. توفیق که در اینجا میخواهم توفیق خداست. توفیق در این راه ندارم مگر از جانب خدای متعال. از خدا میخواهم که ما را توفیق دهد. حضرت شعیب توفیق الهی را اینجا میطلبد و معرفی میکند و پشتیبان خیش معرفی میکند. علیه توکلت و الیه انیب. توفیق الهی باید همراه و یار انسان ها شود.
کار پیامبران این است که پیامبران در پی اصلاح بودن، در پی این بودن که انسانها به نوریت و نورانیت و طهارت و تقوا آراسته شوند. اصلاح یک انسان چقدر دشوار است، اصلاح یک امت، اصلاح یک مجموعه به مراتب کار دشوارتر است و همت پیامبرانه و تقوا و طهارت و اخلاص و صفا و عزم و پاکبازی و ایثار و فداکاری های پیامبرانه می طلبد. علیه توکلت و الیه انیب، من از خداوند متعال یاری می طلبم، توکل من بر خداست و پشت و پناه و حامی و نگهبان من خداست، یار و یاور من خداست و الیه انیب، می روم دروازه خدا را می کوبم و از او طلب یاری می طلبم. پس این است که ما انسان ها اگر می خواهیم موفق شویم، مخصوصا در امور معنوی و برای پیروز شدن بر هوا و هوس و غفلت ها، باید شب و روز دروازه خدا را بکوبیم و از خدا حمایت و عنایت و فضل و رحمت و کرم بطلبیم. از خدا خواهیم توفیق ادب. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، کسی که با کسی که میخواهد موفق شود، کسی که میخواهد بر قله های کمال و آرزو و سعادت و کامیابی و کامروایی نائل شود، باید جانب اهل خدا نگه دارد، یعنی اهل الله را و خوبان خدا را احترام نموده و پاس بدارد. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخنی آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نکسلت پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟ ز دست بنده چه خیزد؟ خدا نگه دارد. خداوند به همه ما توفیق دهد که به قله های سعادت و کامیابی و کامروایی و نور و فرح و شادی های ظاهری و باطنی نائل شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.